بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم من الآن إلى قيام يوم الدين. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، وقتتون به خیر باشه و انشاءالله عزاداری هاتون مورد قبول خدای عزوجل و صاحب عذاب بیبی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از کنار حرم مطهر و نورانی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام با برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما هستیم و انشاءالله عطر و بوی کربلا رو برای شما برمغان آوردیم. عطر و بوی کربلایی که در این ایام به سوگ شهادت آقا امام حسین علیه السلام نشسته و در و دیوار سیاه پوش. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه عرض سلام و احترام هم داشته باشم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه، خطیب توانای منبر و از اساتید حوزه علمیه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ احمد کریمی که افتخار داریم در استودیو بین الحرمین در خدمتشون هستیم و انشاءالله با حضور ایشون چند شبی رو ریزخار سفره معرفت و لطف اهل بیت اسمت و طهارت خواهیم بود. حاجی کریمی سلام عرض میکنم خدمت شما و اعظم الله اجورکم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه مقدس و معزز امام حسین علیه السلام از کنار سرزمین عشق حرم نورانی آقا سید الشهدا علیه السلام و برادر بزرگوارشون آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، خدمت همه بزرگواران عرض ادب و سلام و احترام دارم. امیدواریم ان شاء الله بتوانیم در این چند شبی که انجام وظیفه خواهیم کرد و در کنار این دو حرم نورانی میهمان امام حسین و آقا قمر بنی هاشم علیهم السلام هستیم، اون چرا که مرضی خداوند متعال و صدیقه طاهره و امام حسین و قمر بنی هاشم و آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا است، در کنار این خان گسترده انجام وظیفه داشته باشیم انشاءالله. خدا حفظتون بکنه. ما رسم می داریم در برنامه سرزمین عشق متبرک می کنیم و معطر می کنیم فضای بحث رو ابتداعا به زیارت آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. دوست دارم حضرتعالی با صدای گرمتون انشاءالله ما رو مهمون بکنید به یک زیارت ناب و بینندگان عزیز رو البته و بعدش انشاءالله وارد بحث بشیم. بفرمایید. یا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين ورحمة الله وبركاته
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. أحسنت. کربلا ساعات و ایام بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام رو تجربه میکنه. هر ساله همینطور بوده. بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفاشون، حجله ها و تکیه هایی که برپا میشن و در ابتدای محرم، دهه اول محرم با چراغ ها و گلدسته ها و لاله های روشن به پذیرایی و استقبال زائرین آقای امام حسین علیه السلام میرن، بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام در روز دهم عاشورا چراغ ها و لاله ها و اون لامپ هایی که داخل هر تکیه هست رو خاموش میکنن. قبلا خدمتتون عرض کردم که معنا و مفهوم این حرکت چیست. همچنان زائران گرداگرد حرم آقای امام حسین علیه السلام در طوافند و به زیارت آقای امام حسین علیه السلام نائل میشن. لیکن اگر بخواهیم تاریخ رو بازخوانی کنیم، در این ایام عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها در شرایط دیگری به سر میبره. روز سوم از بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، قبیله بنی اسد به دفن ابدان و پیکرهای مطهر شهدا اقدام میکنند و به همین رسم عزای بنی اسد در کربلا یکی از معروفترین و پر جمعیتترین عزاها و دسته هایی است که جهان به خودش میبینه. انشالله همه بیننده این عرض ارادت قبیله بنی اسد و عزای بنی اسد خدمت آقای امام حسین علیه السلام در روز سوم از شهادت آقای امام حسین علیه السلام باشید و اگر شما هم امکانش رو دارید در مکانی به دور از کربلا یا معلا هستید، با اطرافیان خود یک چنین آیینی رو انشالله بزرگ بدارید. و اما بحث ما در این شبها گرداگرد محور یگان بانوی صحرای کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها میگرده، بانویی که اگرچه به ظاهر اسیر دست دشمنان خدا و رسول خدا بود، لیکن آزاد زنی بود که جهان همچو او به خود ندیده. اجازه بفرمایید ما از همین مبدأ پای صحبت‌های حاجای کریمی جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ احمد کریمی بنشینیم و انشاءالله معرفت خودمون رو نسبت به این بانوی بزرگوار بیشتر کنیم و با او همراه بشیم. حاجای کریمی در خدمتتون هستیم، انشاءالله استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم
اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المنتظرین لظهوره و دولته آمین یا رب العالمین. بسیار مفتخر و معززیم الحمدلله در این چند جلسه در شبکه مقدسه امام حسین علیه السلام در رابطه با این موضوعی که فصل این مباحث هست، بعد از قصه عاشورا و کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بحث از رسالتهای سنگین عقیلة العرب نائبة الهیدر حضرت زینب کبری سلام الله علیها مطرح است که اگر این بانو نبود و این رسالتها رو ایفا نمی کرد، قطعا با توجه به اون توطئه ها و نقشه های از پیش آماده شده ی دشمن، کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود، سر نی در نینوا می مند اگر زینب نبود. ما انشاءالله پیرامون رسالت های حضرت زینب سلام الله علیها با استفاده از آیات نورانی قرآن کریم و کلمات و فرمایشات دراربار و گوهربار معصومین علیهم السلام این بحث رو انشاءالله تعقیب میکنیم. قبل از این که ما شخصیت این بانو، رسالتهای این بانو، شخصیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، رسالتهای فردی، اجتماعی این بزرگوار رو عرض کنیم، یک واژه است که باید روشن بشود و اون واژه اسارت و آزادگی است که هم در قرآن این واژه آمده و هم در روایات ما. حالا اینجا دو مقام هست. مقام اول دیدگاه دشمن در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها است. خب ایشون را اسیر، بله، کما اینکه برادر بزرگوارشون رو خارجی. الله. یک نظر دیدگاه دشمن درباره این بزرگواران هست، یک نظر نظر قرآنه، نظر اولیاء الهیه، نظر بزرگان دینه. و گاهی متاسفانه در بین مردم این دو نظر خلط پیدا میکنه. اسارت حضرت زینب، آیا این اسارت اسارت واقعی بوده؟ یعنی حضرت زینب سلام الله علیه اسیر دست دشمنه؟ مثل اسرایی که تو جنگها اسیر میکنن، مثلا از نقطه مقابل، بله، از طرف دشمن رفتارایی باشون دارن. بله، دشمن درباره این بزرگواران چنین دیدی داشت و همان گونه هم عمل کرد. اما آیا واقعیت امر، حقیقت امر چیه؟ آیا باید ما حضرت زینب سلام الله علیها رو اسیره بدانیم؟ اهل بیت امام حسین رو نستجیر بالله به معنای واقعی اسرا بدانیم؟ یا این تعبیر تعبیر دشمن است؟ این دو مقام رو و این دو نظر رو انشاءالله ما در این بحث امشب
یه مقدار توضیح بدیم. خب واژه اسیر و واژه آزاد هر دو در قرآن آمده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه هل اتا، سوره الابرار، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سه شب این بزرگواران غذای خود را به یتیم، به مسکین و اسیر و یتیم دادن. اسیر، خب این اسیر قطعا بر اساس تواریخ و تفاسیر از کفار بوده و این بزرگواری این خانواده است که نمیگن این از ما نیست، از کفاره، دین ما، مکتب ما، مکتب محبت است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. یا واژه اسرا، اسرا که جمع اسیره، در قرآن آمده است. و اما نقطه مقابل، چند بار در قرآن بحث از آزادی و آزادگی شده است که حالا این قسمت اول رو من تمام میکنم، در بخش دوم دیدگاه قرآن راجع به حضرت زینب سلام الله علیها، دیدگاه معصومین در رابطه با این بزرگوار، تو بخش دوم این آیات قسمت دوم رو در اون بخش توضیح میدم. دیدگاه قرآن اینه که خداوند متعال انسان را آفریده است، به او تمام امکانات و ابزار رشد را عطا کرده تا از همه قیود آزاد بشود. برسد به کجا؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر بخواد به این مقام برسد، قطعا باید تمام زنجیرها، تمام حلقه های اسارت رو باز کنه تا بتواند پرواز کند. چون عبودیت یه نوع پرواز دیگه. زیباترین نوع یا یکی از زیباترین انواع عبودیت در قالب نماز، بله. تعبیر روایات درباره نماز چیه؟ از صلاتو معراج المؤمن. نماز معراج، وسیله عروج، صعود، ترقی، رشد و پرواز مؤمنه. خب این نماز کی به من رشد میدهد؟ وقتی من آزاد باشم دیگه. اگر فکرم، روح و جانم گره خورده باشد، گرفتار زنجیر اسارت باشم، حالا هرچه نمازم بخوانم، مثل نماز دشمنان امام حسین در قصه کربلا، مثل نماز کسانی که حضرت زینب رو سلام الله علیه اسیر کردن، امام سجاد رو به قول جامعه کشیدن، بله. که انشاءالله در شبهای آینده قطعا یکی دو جلسه راجع به امام سجاد علیه السلام هم باید بحث کنیم و رسالت های این بزرگوار. در بخش اول بعد از قصه کربلا به دلائل بیماری مصلحتی امام سجاد علیه السلام، عمده مسئولیت ها روی دوش عقیلت العرب زینب کبری سلام الله علیها است. اما بعد یه مقدار وقتی اوضاع آرام تر میشه، هرچه به شام نزدیک تر میشوند، مسئولیت امام سجاد بیشتر میشود و تا به اون قصه خطبه حماسی و بیدار کننده امام سجاد علیه السلام منجر میشود. خب دشمن نماز میخونه دیگه، روز عاشورا نماز خوندن، قبل از عاشورا نماز خوندن، بعد از عاشورا نماز خوندن. اما این چه نمازی است؟ نمازی که من در قل و زنجیر واقعی باشم، در اسارت حقیقی باشم، این نماز افاده نه تنها معراج نیست،
لم یزدد من الله الا بعدا، منو از خدا دورترم میکنه. بله. اما همینجا من یک اشاره کنم، بزرگان ما اولیاء خدا گاهی یک کلیدایی دست ما دادن فوق العاده، با این کلیدا درهای بسته رو میشه باز کرد. دو تا نماز است پیش خداوند متعال خیلی ارج و اجر و قرب دارد. یکی نماز سید الشهدا علیه السلام در ظهر عاشورا، که هر بی نمازی رو نماز خون کرده. چه نمازیه؟ یکی هم نماز شب 11 حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، که آقا زین العابدین علیه السلام مشاهده کردن عمه جان نشسته، دل سحر است، خیمه ها نیم سوخته، برخی از این بچه ها سوختند، به شهادت رسیدند، اون همه داغ ها و مصائب روی قلب نازنین و ظریف حضرت زینب سلام الله علیها است، اما یک نماز شب نخونده بیبی ندارد. امام سجاد علیه السلام مشاهده فرمودن عمه جان نشستن، امام میداند اما تفقد میکند تا در تاریخ بماند و به آیندگان برسد. فرمودن عمه جان چرا نشسته نماز میخوانید؟ عرضه داشتن این مصیبت ها، این داغ ها توانم را گرفته است، دیگه زانوهایم رمق ندارد. حالا از بعد از ظهر عاشورا چقدر این بانو دویده است، چقدر زجر کشیده است، چقدر فشارهای روحی، اما این نماز پیش خدا خیلی ارج و قرب دارد. نماز نشسته شب 11 بی بی زینب علیها سلام الله و نماز ظهر عاشورا، معراج دیگه، این معراج دیگه. چرا؟ چون هم ابا عبدالله آزاد، بلکه سرور آزادگان عالم، هر که بخواد به آزادی واقعی برسد و از تمام قیدها و اسارتها و زنجیرها آزاد و رها بشد، الگوی او ابا عبدالله الحسین. هر که بخواهد رسم آزادگی رو یاد بگیره و مسیر زندگیش مسیر آزادگی باشد، حضرت زینب سلام الله علیها. خب، خداوند متعال پس ما را آفرید، تمام امکانات، تمام ابزار رشد رو در اختیار ما گذاشته است. یه تعبیر زیبایی قرآن دارد که چند جا آمده است که من خدا احدی رو کمش نگذاشتم. اون چه برای رسیدن به رشد، اون چه برای رسیدن به این معراج، رسیدن به آزادگی لازم داشته، من بهش دادم. ولی متاسفانه اکثریت مردم قدردان نیستن. ان الله، آیش اینه، ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خدا به همه لطف و فضل و عنایت دارد، به همه امکانات و سرمایه داده است، ولی متاسفانه اکثریت مردم قدرشناس نیستند، تشکر نمی کنند. یعنی این ابزار رشد را یا استفاده بهینه ازش نمی کنند، یا کمکاری دارن، یا در مسیر زد و غلط ازش بهره برداری میکنن، قطعا به نتیجه نمیرسن. اما یه عده انسانهایی، همونایی که قرآن ازشون تعبیر به قلیلون من عبادی شکور میکنه، از امکانات حد اکثر استفاده و بهره برداری رو میبرند. به کجا میرسند؟ از عبودیت میزنن بالاتر، میشن ابا عبدالله، پدر بندگی میشن، استاد بندگی میشن. تمام انبیا، تمام اولیا،
تمام وارستگان و آزادگان عالم باید این آقا رو الگو قرار بدن، چون ابا عبدالله میشه حضرت زینب سلام الله علیها، که انشاءالله در مطالب و مباحث بعدی خواهیم گفت امام معصوم درباره این بزرگوار چه تعبیری دارد. خواهرم زینبم در نماز شبت حسین را فراموش نکن. خب این مقام چیه؟ این همه آزادگیه، یعنی استفاده بهینه از امکانات، از ابزار رشد، میرسد به اون مقامات که در بین معصوم، در بین اهل بیت علیهم السلام یه لقب خاصی ائمه به حضرت زینب دادن که شاید کمتر شنیده شده، گفته شده، هیه عابدت و آل علی، هیه عابدت و آل علی، عابده در بین فرزندان امیر المومنین حضرت زینب سلام الله علیها. حالا این بخش اول، تا انشالله در قسمت بعد میریم سراغ آیات قرآن ببینیم آزاد کیه، اسیر کیه. خدای کریم، بنابراین با توجه به فرمایش که دارید که بالحق و الانصاف هم همینطور هست، حضرت زینب سلام الله علیها مطمئنن از لحاظ فردی، شخصیتی و ارتباط با خدا آزاده ای هستند که هیچ قید و بندی نتونست مانع ارتباط و عروج حضرتشون، همونطور که فرمودید سلام اعراج المؤمن و ارتباط حضرت با خدای عزوجل بشه. ولی از طرفی، نه اینکه بخوایم به تعبیر دشمن اهمیت بدیم، ولی از باب آزار و اذیت هایی که به خاندان آقای امام حسین علیه السلام بعد از شهادت حضرت وارد شد، در سختی ها و فشار بسیاری بودند. و چگونه میشه جمع کرد بین کسی که در ارتباط با خدا هیچ قید و بندی رو نداره، تمامی آزادگی رو در ارتباط با خدا داره، و از طرفی دشمنان امکان آزادی عمل رو به صورت ظاهری بهش نمیدن، و او رو من شرمسارم از اینکه این بیان رو مطرح بکنم، با بدرفتاری با حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکردن، بر پشت شتر بدون محمل سوار کردن مخدرات رو، و اون رفتار ناشایست رو با قل و زنجیر بسته بودند این بزرگواران رو. چگونه میشه بین این دو مورد جمع کرد؟ و انشاءالله در خدمتتون هستم. جمع بین بسیار نکته ظریف و زیبایی رو اشاره فرمودین، جمعش به اینه، همینجور که ما در اول عرائزمون عرض کردیم، یه دیدی دشمن نسبت به این بزرگواران داشته و دارد و نوع عملش هم بر اساس همون دیدش، یک دیدی دین، قرآن، اهل بیت، روایات راجع به حقایق این عالم دارن. جمعش به اینه. اتفاقا همون دید دشمن و همون عمل کرده خصمانه و سنگ دلانه دشمنه که باعث همون عروج میشه. خیلی جالبه. یعنی اگر این بزرگواران در ناز و نعمت بودن، در رفاه و آسایش بودن، قطعاً اون عروج، قطعاً اون آزادگی، قطعاً اون حریت، که حالا مفهوم حریت، مفهوم آزادگی در قرآن و روایات رو انشالله عرض خواهیم کرد چه تعبیرات زیبایی، قطعاً اون مصیبت‌ها، اون اسارت‌های در دید دشمن، اون زجرها، اونا باعث اون ارتقا، باعث اون عروج، باعث رسیدن اون اینها به اون مقامات عالی است. اگر در رفاه بودن قطعا حاصل نمی شد، کما این که ما در روایات داریم هرچه خدا یک انسانی را دوست بدارد، این تعبیر از امام صادق علیه السلام است در بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه، که اذا احب الله عبدا غطه غین و ته مشدد،
اذا احب الله عبدا غطه بالبلاء غطا. خدا وقتی یه انسانی رو دوست بدارد، یه عبدی محبوب خدا واقع بشود، آغشته می کند او را به انواع و اقسام بلاها. بله، دشمن کارش اینه، دشمن کارش زدن، جسارت، کشتن، بیرحمیه. اما تو این کشتنها، تو این اسارتها، تو این بیرحمیها، تو این سنگ دلی نشون دادنها، این بزرگواران به اون ارتقا و به اون درجات و به اون مراتب عالی میرسن. آقا رسول الله علیه و علی آله المعصومین افضل الصلوات مگه نفرمودن ما اوذیه نبیون مثل ما اوذید؟ خاتم الانبیاست، افضل الانبیاست، اذیت و آزارش هم باید بیشتر باشه. ما اوذیه نبیون مثل ما اوذید. جناب یونس، بله، پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام یه ذره کم صبری نشون داد که خداوند متعال در سوره مبارکه نون و القلم به پیغمبر ما میفرمود مواظب باش، ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی ربه وهو مکظوم. مبادا مثل جناب یونس کم صبری بکنی، کم طاقتی نشون بدی. ولا تکن که صاحب الهود. حضرت یونس پیغمبر خداست، آمده در قوم، بین قوم تبلیغ میکنه. خب مردم هم دیگه به اون حالت گاهی لجبازی و عناد میفتن، گوش نکردن. جناب یونس عصبانی شد و زنونه از ذهب مغاضبا و زن الان نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اهل تسبیح شد و اون ترک اولایی که کرده بود در ذیل این آیه شریفه، ترک اولایش این بود به تعبیر امام سجادی که این ایام متعلق به آغاست، فرمودند که مشکلش این بود دیر ولایت جدم امیر المومنین رو قبول کرد. انی کنتم من الظالمین. و بعدم ولایت امیر المومنین رو قبول کرد، شب زیارتی آقا سید الشهدا علیه السلامی، و بعد گریه بر مصائب حسین و عطش ابا عبدالله کرد و با اون مطالبی که عزیزان مستحضرن فقط رد میشم در حد اشاره. وقتی جبرائیل آمد و گفت بشارت با تو را، توبت قبول شد، خدا را به این پنج نور مقدس قسم بده تا به نام مقدس سید الشهدا علیه السلام رسید، دل زیر و رو شد و اشک جاری شد. سوال کرد جبرائیل چه سری در این نام؟ قصه مصیبت آتش ابا عبدالله رو گفت و گریه کرد یونس و شکم نهنگ شد کشتی نجات. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. پس بنابر این که حضرت عالی فرمودید، اشاره به یه نکته بسیار ظریف و جالبی فرمودید که جمع بین این دو اسارت و آزادگی چیه، جوابش اینه که اون دشمن است. دشمن باید کار خودش رو بکنه، اون خباست، اون پستی، اون دناعت خود رو نشون بدهد، کما اینکه در رابطه با همه انبیا بود است. با یحیی بن زکریا چه کردن؟ بله. با پیغمبر ما چه کردن؟ با انبیا دیگه چه کردن؟ با امیر المومنین چه کردن؟ با حضرت زهرا علیها سلام الله، با ائمه طاهرین چه کردن؟ ولی خب تو این فشارها، تو این مشکلات، تو این اسارت ها، اونا به اون حقیقت آزادگی و ارتقاء درجات عالیه نائل شدن. حاجی کریمی، ما وقت برنامه محدود هست و تقریبا 7-8 دقیقه داریم تا پایان برنامه اگر اشتباه نکنم. دوست دارم در 3 دقیقه مختصر آنچه تا
به الان بیان شد رو خلاصه ای داشته باشیم از زبان حضرت و بعدش با صدای گرم شما انشالله مهمان حضرت زینب سلام الله علیها باشیم و ذکر مصیبتی هم از مصائب این ام المصائب زینب کبری سلام الله علیها بشنویم. در خدمتتون هستم. به حضور عزیزان و سمع و نظر مبارک بینندگان و شنوندگان، در دو سه جمله خلاصه اون چه گفتیم، گرچه بحث ناتمامه، بحث آزادی موند انشاءالله بعداً خواهیم رسید، ولی اون چه ما امشب عرض کردیم در دو سه کلمه، این که رسالت های حضرت زینب سلام الله علیها که اگر این رسالت ها ایفا نمی شد و این مسئولیت های الهی توسط این بانوی بزرگوار به نتیجه نمی رسید، قطعا عاشورا و برکات و آثار نهضت مقدسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام می موند و در کربلا دفن می شد. این واژه اسارت و آزادگی رو ما یه مقداری بررسی کردیم، گفتیم دو نظر هست، نظر دشمن راجع به اهل بیت، نظر خدا و اولیاء خدا راجع به این بزرگواران. بله، دشمن اینها را اسیر می دانست، دشمن اینها را خارجی می دانست، دشمن اینها را از دین جدا می دانست و خودشون را دیندار و نستجیر و بالله امیر المومنین و خلیفه پیغمبر می دانستن. این نظر دشمنه. اما نظر واقعی چیه؟ اینها آزادگانی بودند که برای تمام آزادگان عالم الگو و مقتدا هستند و امیدواریم ان شاء الله ما هم پیرو نهضت ابا عبدالله و هم پیرو نهضت حضرت زینب کبری سلام الله علیها باشیم. ان شاء الله، ان شاء الله که همون گونه فرمودید ما هم آزادگی رو درس بگیریم از آقا امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها و در ایامی که به نام حضرت زینب سلام الله علیها، به نام آقا امام سجاد علیه السلام هست، ایام بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام دل بدیم و بیش از پیش الگو بگیریم از بزرگوارانی که لحظه به لحظه زندگی و حرکت و صحبت‌های اونها در این مسیر راهگشای بشریت هست. نه فقط ما که شیعه هستیم، تمامی بشریت باید پای درس این بزرگواران بنشینه و رسم زندگی و عزت و شرف رو از اونها بیاموزه. حاجی کریمی، دوست دارم مجلس ما رو انشالله منور بکنید به ذکر مصیبت اهل بیت اسم و طهارت و انشالله دل بینندگان عزیز ما رو بیشتر کربلای بکنید، حس بکنن بینندگان عزیز که الان کربلا هستن انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ای که شدی مات رخ ماه عشق، از تو فروغ مشعل راه تو، ای جگر گوشه آل کسام، به وصف تو فهم رسانا رساره والله، تو گردشون ثبات اهل بیتیم، تو مجمع صفات اهل بیتی، زبون به وصف تو زبان همه، تو را علی شناسد و فاطمه، عمه سادات و زین عبیم، عقیله هاشمیان زینبین، نگاه تو دل از علی میبرد،
فاطمه هم ناز تو را میخرد، یک دم بی ذکر به لب نداری. به 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 این مقام. یک دم بی ذکر به لب نداری، یک شب بی نماز شب نداری. ولادتت ولادت گریه بود، شهادتت شهادت گریه بود. تو روح صبر و تو روح صبر و معنی صلاتی، تو ساحل سفینت و نجاتی. اگه ابی عبدالله علیه السلام سفینت و نجات است، ساحل این سفینه بی بی جان تو این. تو روح صبر و تو روح صبر و معنی صلاتی، تو ساحل سفینت و نجاتی. همه گذشتگانمون شب زیارتی ابا عبدالله، شب رحمت و مغفرت فیض ببرم. دایه تو دایه تو ز کودکیم غم شده، قامت غم از غم تو خم شده. تو بوده ای غمخور درد علی، تو گرم کردی آه صدر سرد علی. تو بوده ای غمخور درد علی، تو گرم کرده ایم آه سرد علی. با غم دل سوختی و ساختی هستی خود، به راه دین باختی. شعر آخرم هیچ گلی ندید خندیدنت، مگر به لحظه حسین دیدنت. دست ادب رو سینمون میگذاریم، به نیابت از همه انبیا، اولیا، شهدا، پدران، مادران در این مکان و سرزمین عشقی که امشب همشون هستند. همه انبیا حضور دارند، همه اولیا ائمه طاهرین حضور دارند. خود خدام امشب ظاهره، حرف من نیست، امام صادق طبق نقل کامل و زیارات ابن قولبیه قمی رضوان الله علیه. ان الله و ملائکته و انبیاءه یزورون الحسین فی کل لیلت جمعه. خودشون حضور دارن به نیابتشون، به نیابت از همه حقداران ملتمسین به دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی ممنون و متشکرم. عبدالله اجورکم. بینندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. التماس دعا و یا علی.
حاجا احسن تو خیلی ممنون بر الله فاسم سلام کنم شما. بر میزنه شبونه بر میزنه شبونه مولای من حسین